اصلا شما اگه بخوای روم به دیوار خاک بر سرم آبجو نجسی درست کنی اصلا لازم نیست بری ویدیو ببینی، بری فلان، بری از ساقی محل بگردی، بری فلان، بیا دیجیکالا باز کن کامنت های همینه بخون، کامل بده آموزش دادن، کامل شوکر ساخته یا رسما سلاح ساخته با این وسیله، تو دیجیکالا خرید سلاح ساخته با این. شما خیال میکنین خیلی وقته که تو ایرانه که ما محدودیت داریم، که به یک چیزایی دسترسی نداریم، شما باید چشمتون رو بشورید، جور دیگر بنگرید، چشمها رو باید شست. بله خیلی وقتی شما یه محصول رو میبینی تو همین دیجیکالا خودمونا، یه چیزی رو میبینی ساده از کنارش عبور میکنی، ولی اون محصول ساده ای نیست، یه محصول شگفت‌انگیزه. خیلی ها با اون محصول کارایی میکنن که تو خوابم نمیبینی. امروز اومدیم چیزایی رو بهتون نشون بدم که پشماتون بریزه که چنین چیزایی وجود داره و چنین کاربری اصلا داره. بله خوش اومدید به یک ویدیو جذاب از تکسیتی. خیلی مخلصم، با کیفیت خیلی زیاد و رزولوشن بالا و فلان اینا در خدمت شما هستیم، با بکی که همچنان سگیه ولی سعی کردیم که خوب درش بیاریم. میریم سراغ دوستدار همیشگی ما دیجیکالا، اما این بار متفاوت. این بار چیزایی قراره ببینین که تا الان فکرشو نمیکردین، یعنی فکرشو میکردین ولی فکرشو نمیکردین اینجوری باشه. محصول اول نوشیدنی اکسترا مالت شمس، یک آبجوی بدون الکل ساده. آبجو که چرس کنم، در واقع نوشیدنی مالت آبجو. بعده میخوایم بریم که تو قسمت نظرات و پرسش و پاسخ بپردازیم به این نوشیدنی، ببینیم مردممون چی گفتن، نظرشون راجع به این نوشیدنی چیه. یه سری نظرات عادی میاد فلان اینا، این داستانا، ممنون به خاطر تحویل سریع فلان، مرسی جایگزین عالی بود برای فلان. بعد آها، عالی، خیلی خوب بود، برای جریان گرفته بودم، عالی در اومد. جریان؟ جریان چی؟ اینجا یه خورده گوشا تیز میشه، اینجا مشکوک میشی به قضیه که یعنی چی جریان، چیه داستان، چیه. اما کامنت بعدی رو که میبینین داستان جالب میشه، اینجا تم تم مدگلی میشه ویدیو. گفتن که مرسی از دیجیکالا، واقعا خیلی دنبالش گشتم. چرا به نظرتون دنبال این محصول گشته؟ توی قسمت مزایای کالا مشاهده میکنیم که گفته آقا حرف نداره، کاملا مناسب همونیه که میخوای، چی رو میخوای. قسمت بعدی گفته عالی در اومد، حدودا 12%، بزن تو رگ جیگر تناییشه. 100% این پوفیوز رفته مخمر ریخته این تو، اینو آبجو کرده، 12% الکل از توش در آورده. بله بله اینجاست که داستان جالب میشه. تمام، ببین اصلا شما اگه بخوای روم به دیوار خاک بر سرم آبجو نجسی درست کنی اصلا لازم نیست بری ویدیو ببینی، بری فلان، بری از ساقی محل بگردی، بری فلان، بیا دیجیکالا باز کن کامنت های همینه بخون، کامل بده آموزش دادن، کامل. میریم برای بعدی. گفتن که برای مصارف ویژه خوبه، جواب میده. مصارف ویژه یعنی چی؟ مثلا اگر سنگ‌کلیه شما داری، چیزی داری بخو. مصارف ویژه اون موقع نیستا، اون موقع درینک میرینک اینا نه نه، یه وقت فکر نکنی. مورد بعدی، بهترین مدل استفاده از این محصول همراه با شکر و خمیر مایه هست. یعنی رسما داره میگه اینو عادی گرفتی بخوری خری، باید بگیری مخمر و شکر رو بندازی بذاری یه ماه یه گوشه بمونه، بعد بزنی بری هوا. پوفیوزا تو دیجیکالا، ای نامردا. بعدی اومده گفته مزش عالیه و به نظر من سالمترین نوشیدنیه، فقط آبجو باز ها میتونن اینو تشخیص بدن که واقعا عالیه. منظورش آبجو باز ها کساییه که نوشیدنی مالت میخورن، اون آبجو باز نجسی ها نه، اونا نه نه نه. این ستونمون عکسم گذاشته، قشنگ گذاشته لایخ خونک بشه جذاب، قشنگ ببین سیسو میبینی انگار رفتی اصلا تو خود لاس وگاس سفارش دادی شمسو. گفته برای اگر برای فراوری میخواهید توصیه میکنم، فکر کردم خیلی شیرینه، جواب نده اما عالی عالی عالی، متشکرم دیجی. قشنگ مشخص داداشیامون که شمسو میگیرم بعد از تبدیل لیوان اول و دومه که میزنم میگن ایول دمشگم، به جای اینکه به ساقی
پیامک بریم تشکر کنیم، داداش حلالت باشه، عجب چیزیه. حداقل بریم از دیجی کالا تشکر کنیم تو کامنتا. میرن و میان این کامنتا رو میذارن بی توجه به اینکه پشمام چرا تاریخ زده 10-11 هزار شد. این قطعا بعد مصرف اومده کامنت گذاشت، یعنی شک نکنی. محصول بعدی محصول مشابه همین دوستمونه، رقیبن اینا. اینا رقیبن، یه طرفدار طرفداری شمسی، یکی جوجو. اونایی که اعتقاد دارن جوجو سم میشه اسید میشه این سایدن، اونایی که اعتقاد دارن شمسه اون سایدن. اینا با هم دیگه اختلاف دارن تو کامنت ها. میریم که با هم دیگه توی ویدیو مدگلی دیگه به این تئوری بپردازیم. قشنگ داداشم ستونم اینجا توی جوجو دستور عمل داده، گفته خیلی خوب بود، به ازای هر لیتر 50 گرم شکر اضافه کنین، جواب رفتی فضا. عالی. اینجا سوال پیش اومده، این مسئله خیلی مهمه، تو قسمت پرسش و پاسخ گفته برای تقویت ماشعیر. تقویت ما یعنی این القابی که استفاده میکنن؟ خب تقویت ماشعیر مگه موتور پیکانه بخوای تقویتش کنی؟ برای تقویت ماشعیر مارک جوجو بهتره یا بهنوش؟ کسی اگه تجربه دوتاشو داره بگه، که داداشم اینجا پایین با تجربه بوده اومده گفته جوجو 100 بهتره. درسته. پرسش پاسخهای زیادی هست، گفتن که اینجا گفته از لحاظ شرعی مشکل داره آیا؟ بعد ستونم گفته نه الکل نداره. ببین بای دیفالتش که مشکل نداره، شما تهیه میکنی یه سری شکر و مخمر اینا اضافه کنی اون موقع مشکل داره ستونم، وگرنه بای دیفالتش که انشالله نه مشکلی پیش نمیاد. یه ستون دیگه هم اینجا اومده پرسیده سلام، این مورد الکل داره یا نه؟ داده شما تو ایران زندگی میکنی مگه لاس وگاس اینجا دیجی کالا نوشیدنی الکلی سفارش بدی؟ جواب دوست عزیزمون در گزینه پایین اومده گفته نه، یه کم نبات میخواد، یه چوس نبات بنداز توش و اون موقع الکل داره. بیا نگاه کن بعدی، اینو کل سوالاشون اینه، نگاه کن سلام الکل داره بخرم؟ بعد الکل داره، چرا فکر کردین دیجی کالا باید نوشیدنی الکلی بفروشه؟ مگه تو وگاس زندگی میکنی باید نوشیدنی الکلی اینترنتی بخرین؟ حتی تو خود وگاس هم اینترنتی نمیشه نوشیدنی الکلی خرید، باید بری مغازه. یعنی چی؟ مورد بعد چیزیه که شما امکان نداره در نگاه اول متوجه شی چیه، اما وقتی چشم‌ها را میشوری و جور دیگر مینگری کاملا متوجه میشی. میریم سراغ ماژول افساینده ولتاژ پالس جنراتور. حتی من نمیدونستم چیه، اینو مسعود در آوردم اونجایی که کلش تو باستن این چیز الکتریکیه. اصلا یه چیز پشمریزونیه، شما بیا با هم دیگه بریم نظرات کسایی که ویدیو فرستادن رو ببینیم توی این محصول. اینو شما نگاه کن، بعد ثبت اختراع پورت شارژر وصل کرده با این جانوشابه، با این ماژوله دکمه پاور گل شوکر ساخته، یا رسما سلاح ساخته با این وسیله، تو دیجی کالا خرید سلاح ساخته با این، و ویدیوش هم گذاشته عالی شد، صداش هم خوبه، من برای دفاع از خودم خریدم. اینها این یکی دیگه ستونم چیکار داری میکنی با این شوکر؟ رسما پشمام کم مصرف برق قوی چیکار خب؟ اینا فکر کنم از قشر عزیز و زحمتکش خفتگیران، اینو میگیرن چوکر میکنن میریزن تو خیابون. راضی هم هستم مثل این که دوستان خفتگی چقدر زیاد همه شوکر ساختن، یعنی هیچ مصرف مفید دیگه ای از این نکردم، همه شوکر ساختن. من زیاد خریدم از اینا ولی هیچ کدوم به پای این نمیرسید. این ستون هم مثل که زیاد شوکر ساخته ناموفق بوده تو خفتگیری های قدیم. تا میتونید بخرید ولی مواظب باشید خطرناکه. آره ستونم، تو اگه بذارید زیر گردنمو اینها نگاه کن صنعتی قشنگ دوتا پیچ گذاشته. یا پشمان رسمن شوکرش سلاح سرده، شبیه دارک ویب شد، بازم دیجی کالا دیوار رسمن شبیه دارک ویب شدن. ببین این همم شوکرن ها، یعنی یک دونه من ندیدم مثلا این مصرف، اینو مثلا به عنوان کاردستی کار عملی نکن. اینم شوکر اینا ها چی نوشته؟ عالی، با هر باتری امتحان کردم بجز سکه با همشون جرقه زد. این خیلی سگی ساخته. یا اول فاز
یا ابوالفضل، من از اینجا میبینم جفت میکنم ستونم، رسمن دارین اینجا سلاح سرد میسازین، خدا لعنتتون کنه. میگم شما اصلا تو مرحله اول مثلا این بیاد اصلا تو سجستین های خریدتون اصلا بیاد توش پیشنهاد شگفت‌انگیز، فکرشو میکنی با این شوکر میسازن؟ کافی برید میگم چشما رو بشوری جور دیگر بنگری به محصولات. مورد بعدی هم واسه جذاب شدن ویدیو، میریم سراغ صابون گلنار سبز رنگ و بسته 6 عددی، ببینیم که هموطنان عزیزمون چه نظراتی راجع به این محصول دارن. اول میریم سراغ پرسش و پاسخ که ببینیم دوستان چی گفتن. اندازه صابون ها بزرگه یا کوچیک؟ گفته که اندازه صابون معمولیه، دستخورش خوبه. دستخور خوش دست. کسی از خرید خود راضی هست؟ گفته بله خیلی عالی و خوب، من از وقتی گلنار باز شدم که هموم هام طولانی شد. گفته که سلام، تاریخ انقضاش تا کی هست؟ در پاسخ گفته انقضا مگه مهمه، مهم کاراییه. مرسی از پاسخ درست و صحیح و قوید ستونم، عالی. یه مورد دیگه هم داریم واسه دوستان عزیز که تا اینجا ویدیو رو دیدن، بریم سراغ یه محصولی که اینم فکرشو نمی کنی که چیز خاصی باشه ولی خیلی چیز خاصیه. اکلیله، اکلیل مدل AH، اکلیل ساده شما میبینی 26 تومن، اصلا فکرشو نمی کنی اصلا این چیز خاصیه مگه نه. میای تو قسمت پرسش و پاسخش، در این قسمت سوالا رو ببین. برای ترقه چه نوع اکلیلیه، نقره یا آلومینیوم؟ گفته سلام و عرض ادب، تمام اکلیل های عرضه شده توسط فروشگاه ما مخصوص کارهای هنری. پوفیوز احمق، ترقه میخوای بسازی؟ مورد بعد گفته سلام، اکلیل اکید سرنج دارین؟ اکید سرنج مگه همون اکلیل سرنج نیستون؟ گفته سلام و عرض ادب، تمام اکلیل های عرضه شده واسه کارهای هنری اکلیل اکید سرنج نداری؟ یعنی فروشگاه علمامو دهنش سرویس شده. همه سوالش هم همینا، از این نوع اکلیل میشه اکلیل سرنج درست کرد یا خیر؟ گفته خیر، اینا اکلیل تزینیه. گفته آیا گوگرد خطرناک است یا اکلیل سرنج؟ میگه نه نخرش، آشغاله، به جای اکلیل خاک میفرستن. یعنی یک نفر نیومده واسه تزیین از این اکلیله استفاده کنه دل فروشنده خوش باشه، یه پیام کپی کرده سلام پوفیوز احمق گرامی، این اکلیل ها فقط جنبه تزیینی دارن، اکلیل سرنج نمیتونی باش درست کنی. اینا نوع اکلیلی که باش ترقه درست میکنن چیه؟ این همون اکلیلیه که اکلیل سرنج درست میکنم مواد منفجره هستش. دوباره همین پیام، سلام وقت بخیر، این اکلیل کاربرد تزیینی داره. تو همه همینه، سلام خسته نباشی، میخوام از اکلیل برای مخلوط اکلیل سرنج. کجا رو میخوای منفجر کنی؟ کیو میخوای چی کار میخوای کنین مگه پوفیوزا؟ چرا همه میخوان اکلیل سرنج استفاده کنی؟ میتر کنی خودت؟ یعنی چی؟ یک نفر نیومده واسه جنب تزیینی از این اکلیل پاره شد بابا. بازم میگم چشماتون رو بشونین به محصول ها به یک دید دیگه. خداحافظ.